چرا؟ چون به مرور زمان ذهنت یاد میگیره که وقتی اومد تو این مکان دیگه باید درس بخونه، به کار دیگه ای فکر نکنه. خب این اتفاق کی میفته؟ زمانی که شما به ذهنت، به فکرت یاد بدی که آقا اینجا محل مطالعه است. و نکته بعدی که هست، صرفاً ویژه مطالعه باشه. خیلی از بچه ها متاسفانه عادتهای بدی دارن، رو تختش میخوابه، درس میخونه، غذا هم میخوره، با گوشی هم بازی میکنه. خب ذهنت رهاه، ذهنت یاد میگیره وسط درس خوندن باید درس بخوابه، وسط خوابیدن باید غذا بخوره. هر جایی مخت، خوابت یک جا باشه، غذا خوردنت یک جا باشه، درس خوندنت یک جا باشه. بچه با این کار خیلی ساده به شدت تمرکزتون رو میتونید افزایش بدید، عجیب غریب میتونید تمرکزتون رو افزایش بدید. یه کار ساده است. آقا اینجا محل خوابمه، اینجا محل درس خوندنمه، اینجا محل غذا خوردنمه، اینجا محل استراحتمه، اینجا محل شوخیمه. یاد بگیر خط قرمز بذار برای زندگیت، دور کارها دیگه خط قرمز بکش، آقا الان تایم اینه، الان تو این تایم باید در اینجا این کار رو انجام بدم. وقتی این کار رو بلد باشی و یاد بگیری که انجام بدی، به شدت تمرکزت افزایش پیدا میکنه. پس این شد اولین راه. دومی راه، اگر مشکل توجه دارید به محض نشستن مطالعه رو شروع کنید. قانون رو گفتم، دست به مهره، بازیه. به محض نشستن مطالعه شروع میشه. خواهشی که من از شما دارم، اگر واقعا در شروع مشکل داری و نمیتونی، این قانون رو سفت و صریح و خفن داشته باش، بد جور نتیجه میگیری. خیلی از دانش آموزای ما در سالهای گذشته با این راهکار نتایج و جوابهای خیلی خیلی عالی رو گرفتن. راهکار سوم، وسایل مورد نیاز مطالعه را فراهم کنید و میز خود را از هر گونه وسایلی که باعث حواس پرتی شما میشود خالی کنید. بچه این میز مطالعه منه، هیچ چیزی به غیر از اون کتاب و درسی که اون باز قراره بخونم و به غیر از یه خودکار و یک مداد و حالا یک چکنویسی که میخوام توش بنویسم، چیز دیگری نباید باشه. خیلی بچه موبایل اینجاه، وسیله خوردن اینجاه، نمیدونم کتاب درس بعدش اینجاه، کتاب درس قبلش اینجاه، ده تا اینا نیازی نیست. تو مثلا الان میخوای ریاضی بخونی، یه جزوه داری، یه کتاب داری، یه کتاب تست دیگه، همین سه تا اینجا باشه. یه مدادی خودکار، نهایت یک چند برگه چک نویس برای حل تمرینات. نیازی نیست اصلا چیز دیگه ای باشه. برمیگرده به چی؟ برمیگرده به انضباط، به نظم. وقتی تو بی نظم باشی در میز مطالعت، قطع به یقین تمرکز لازم رو نداری. گفتیم اون سیکله باید، اون چرخه باید انجام بشه دیگه. نظم، این یعنی نظم، این یعنی نظم. بچه این راهکارهایی که دارم به شما میگم خیلی راحته، ولی همین راهکارهای راحت اتفاقهای بزرگی رو میتونه برای شما رقم بزنه. پس خوب دقت بکنید، هر چیزی که باعث حواس پرتید میشه رو از میز بردار، خیلی مرتب منظم، فقط هم چیزهایی رو استفاده کن که در اون بازه میخوای. ادبیات میخونی، فقط ادبیات، چیز دیگه ای در میز نباشه. ریاضی میخوای بخونی، تست بزنی، فقط ریاضی. شلوغ نکن دورتون، نظم داشته باش که باعث افزایش تمرکزت بشه. نکته چهارم، برای افکار و خیالات خود فرصتی را در شبانه روز اختصاص دهید. بچه ها، افکار مزاحم و افکاری که از کودک درون شما، اصطلاحاً در حوزه روانشناسی، میاد بیرون، ذهن شما رو به هم میریزه و تمرکز شما رو باعث میشه که بیاد پایین. پس باعث و بانی بیشتر عدم تمرکزها افکار و خیالاتی هستن که در وجود شما، در فکر شما به وجود میان و نمیذارن تمرکز بکنید روی کارهای دیگه. یکی از راه‌های افزایش تمرکز اینه که برای این افکار و خیالاتتون یک زمانی رو در شبانه روز انجام بدید.
یکی از مشکلاتی که خیلی از بچه‌ها دارن اینه که میاد درس رو میذاره جلوش، شروع میکنه به خوندن، یهو